خیلی عجیب هست. چه آرامشی به دلهایی که پر از درد هست میدهد. یوسف توسط عزیز مصر خریده میشه به عنوان برده، فروخته میشود. خداوند چی میفرماید؟ و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. تمکین از الان اومده توی خونه عزیز مصر و به عنوان برده، به عنوان برده عزیز خونه عزیز مصر. اما خداوند میفهم که این ابتدای تمکین هست. و كذلك مكننا ليوسف في الارض. تمکین از اینجا شروع شد، از ضعف. دقت کنید چقدر دردهایی ما داریم. کسی هست تو زندگیش بی درد باشه، بی مشکلات باشه، سختی ها نکشد؟ اینها ابتدای تمکین هست برای انسان مؤمنی، کسی که ایمانش و ارتباطش با خدا قوی نگه دارد، به اینها از این دید نگاه کند. دقت کنید الان چگونه این تمکین رخ داد. وقتی می‌فرماید که والله غالب علی امره، خدا کاری که بخواد انجام بدن دیگه جلوداری نیست، کسی نمیتونه مانع بشه، قادر هست بر اون کاری که میخواد انجام بده. از پدر، از آغوش پدر میگیرن، با حیله، با مکر میفرستنش تو چاه. بعد به پدر چی میگن؟ قافله میاد، یوسف را پنهان میکنن، سری با قیمت کمی میفروشن. و کانو فیه من الزاهدین، یعنی اینکه میخواستن به هر نحوی شده یوسف رو بفروشن، فوری ازش خلاصی یابند. عزیز مصر میخرد به عنوان برده، میاد تو خونه عزیز مصر. خداوند فرمود که تمکین یوسف به عنوان برده اومده تو قصر، تو خونه عزیز مصر. اما خداوند میفرماید که تمکین کردیم برای یوسف، یعنی الان مکانت و منزلت داره پیدا میکنه، بعد به بزرگی دست یافته. از چه ضعفی؟ اما خداوند اینو به عنوان ضعف معرفی نمیکنه، میگه تمکین، قدرت. اگرچه در ظاهر همش ضعف هست، یک نوجوانی از پدر دور شده، دورش کردن، فروختنش، الان به عنوان برده اومده خونه عزیز مصر، همه اینها ضعف هست دیگه. اما خداوند میگه چی؟ میگه این قوت هست، قدرت هست، تمکین هست. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. سر در چیه؟ والله غالب علی امره، خداوند چیزی که بخواد انجام میده.